فعل نابان در زبان گیلکی. در گیلکی برای بیان بودن به معنی وجود داشتن غیر جاندار از فعل نابان استفاده میشه. یعنی وقتی در گیلکی بخوایم بگیم شی بیجانی در جایی قرار گرفته، از این فعل استفاده میکنیم. برای مثال میخوایم به گیلکی بگیم مداد روی میز بود، قرار داشت. دقت کنید مداد یک شی بیجانه. ترجمه عبارت مداد روی میز بود به گیلکی میشه میداد میز سر نابو. میداد میز سر نابو. نابو اینجا یعنی بود، قرار داشت. در شهر رشت نابو. در لایجان هن نابو. در چابکسر نیابو. بیاین یه مثال دیگه بزنیم، این بار به زمان حال. میخواییم به گیلکی بگیم کشور کامرون در آفریقا است، قرار دارد. باز دقت کنید که کامرون، کشور کامرون یک غیر جاندار محسوب میشه و به همین خاطر برای بیان بودن آن از فعل نابان استفاده میکنیم. ترجمه عبارت کامرون در آفریقا است به گیلکی میشه کامرون آفریقا منه. کامرون آفریقا منه. نه اینجا یعنی هست، قرار دارد. در گیلکی شهر رشت نه. در پاشاکی نه. در لایجان هن نه. در رودسر نی. در چابکسر نیا. پس ما امروز یاد گرفتیم که در گیلکی برای بیان وجود داشتن غیر جاندار از فعل نابان استفاده می کنیم. البته در گیلکی برای بیان همین مفهوم میتونیم از فعل‌های دوبون و کتن نیز استفاده کنیم که در کانال در مورد فعل دوبون ویدیو قبلا ساخته بودیم. آموزش امروز مربوط به اشیای بیجان و غیر جاندار بود. در درس بعدی در مورد موجودات جاندار و چگونگی بیان وجود داشتن موجودات زنده صحبت می‌کنیم. تا ویدیوی آموزشی بعدی، خدا شیمی امره.